سلام دوستان، حالتون چطوره؟ ما امروز برگشتیم با یک ویدیو و موضوع جدید در خدمتتون هستیم. امروز قراره در مورد زرده تخم مرغ با هم صحبت بکنیم و بگیم که استفادهش برای پرندگان زینتی مفیده یا اینکه مضر و نباید استفاده بشه برای پرنده ها. قبل از اینکه این موضوع رو من کامل باز بکنم و در موردش صحبت بکنم، حتما اگه عضو کانال ما نشدی همین حالا سابسکرایب بکن و زنگوله کنارش هم بزن. اینقدر من گفتم این موضوع رو دیگه کلا قاطی کردم. حتما عضو بشید، سابسکرایب بکنید و اینکه ویدیوها رو دنبال بکنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. بریم که ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. خب دوستان عزیز، شاید خیلیاتون شنیده باشید که زرده تخم مرغ کاملا مضر هست برای پرندگان و نباید استفاده بشه، ولی بهتون باید بگم که این زرده تخم مرغ زمانی که مولدها جوجه دارن خیلی خیلی بهشون کمک میکنه، به جوجه ها که رشد خیلی خوبی داشته باشن. و خود من به شخصه تا 2 هفتگی جوجه ها استفاده میکنم و اصلا هیچ مشکلی نداره و کامل این موضوع رو من بهتون توضیح میدم که بدونید چی به چیه. ولی از دوره جوجه کشی اگه خارج هستید و مولدها جوجه ندارن، استفادهش خیلی باید احتیاط بشه. زرده تخم مرغ مثلا ماهی دوبار مشکل ایجاد نمی کنه و اینکه زیاده روی به هیچ عنوان نباید بشه، ولی در فصل جوجه کشی میتونید استفاده بکنید و مشکلی نداره. خب دوستان عزیز، اگه بخوایم در مورد ارزش غذایی تخم مرغ آبپز با هم صحبت بکنیم، یعنی سفیده تخم مرغ و زرده تخم مرغ، زرده تخم مرغ فواید و ویتامین های بیشتری داره، ارزش غذایی بیشتری داره نسبت به سفیده تخم مرغ. و اینکه زرده تخم مرغ شامل مواد معدنی و ویتامین های گروه A، A، ویتامین D، ویتامین E، ویتامین B6، B12 و ویتامین K هستش که خیلی خیلی مفید هستش در فصل جوجه کشی. به جوجه ها خیلی کمک میکنه، به اسکلت بندی جوجه ها و اینکه رشد جوجه ها رو خیلی میتونه افزایش بده و یعنی در واقع تقویتشون میکنه که راحت تر بزرگ بشن و بالا بیان. پس فکر نکنید که زرده تخم مرغ کاملا مضر هستش و بهتون میگم که الان شاید خیلی دوستان فکر بکنن دارن مولدها میخورن، شاید برای مولدها ضرر داشته باشه. این هم براتون توضیح میدم. ببینید زمانی که مولدها جوجه دارن، اون تغذیه هایی که در اختیار مولدها قرار میدی، اکثر چیزی که میخورن رو در اختیار جوجه قرار میدن، یعنی از دوباره اینو بالا میاره، محتویات رو بالا میاره و در دهان جوجه میریزه. برای خودش هم بر میداره، فکر نکنید که خودش چیزی از اون تغذیه بر نمیداره، نه به این صورت نیستش. ولی حدود 80%، یعنی اون بیشتر تغذیه‌ای رو که در اختیارش قرار میدید رو تقدیم فرزندان عزیزش میکنه و فکر نکنید که الان ما بیایم زرده رو بدیم مشکلات کبدی یا مشکلات دیگه برای مولدها ایجاد میشه. هیچ مشکل ایجاد نمیشه به شرط اینکه همیشه این در واقع چی میگن؟ هنگ کردم. به شرط اینکه زیاده روی نکنید و اینکه اون تعادل رو حفظ بکنید که حالا من در ادامه حتما به میزان مصرف هم اشاره میکنم. خلاصه یه چیزی که میخواستم بگم همین بود که من یه لحظه هنگ کردم، یکم خسته هستم دیگه، ازتون معذرت میخوام اگه توپق یه چیزی حالا زدیم، به بزرگی خودتون ببخشید. و اما شد براتون سوال پیش بیاد مصرف زرده تخم مرغ شاید برای جوجه ها مضر باشه و اینکه آسیب های کبدی بهشون بزنه یا سوالات از این قبیل شاید تو ذهنتون ایجاد شده باشه، بذارید اینجوری بهتون بگم. ببینید جوجه ها در حال رشد هستن و هر چیزی که دارن از مولدها دریافت میکنن به عنوان تغذیه صرف چی میکنن؟ رشدشون، صرف اسکلت بندیشون، صرف پرسازیشون، همه اینا به صورت کلی بگم صرف رشدشون دارن میکنن. و به این صورت نیستش که یک پرنده کامل باشه که رشدش رو کرده باشه و اگه بخواد الان این زرده رو هر روز استفاده بکنه در واقع براش مضر باشه و مشکلات و آسیب های کبدی بهش بزنه. به این صورت نیستش، هر چیزی که داره دریافت میکنه صرف رشدش میکنه.
این دید به علت اینکه زرده تخم مرغ ارزش غذایی بالایی داره و اینکه منبع عمده‌ای از ویتامین‌ها و مواد معدنی رو در خودش جای داده، پیشنهاد میشه که در فصل جوجه‌کشی استفاده بکنید و اینکه تا دو هفتگی پیشنهاد میشه این استفاده زرده تخم مرغ. و خدمتتون عرض بکنم که حالا طبق مطالعه‌ای که من داشتم حدود 90% کلسیم موجود در تخم مرغ آبپز که شما تخم مرغ آبپز میکنید 90%ش در زرده تخم مرغ هستش و این خیلی کمک میکنه به جوجه ها برای اسکلت بندی و رشد پرهاشون. پس این زرده تخم مرغ استفاده بکنید ولی به اندازه. حالا طریقه مصرفم بهتون میگم. دوستان عزیز، هر 3 عدد سفیده تخم مرغ 1 عدد میتونید زرده داخلش رنده بکنید. اگر دوستانی که حالا یه دونه سفیده تخم مرغ میزنن رنده میکنن، این زرده تخم مرغ میشه 1/3، یعنی به 3 قسمت مساوی تقسیم بکنید، 1 قسمت اون زرده رو بردارید رنده بکنید و بقیه‌اش هم خودتون نوش جان بکنید. این طریقه مصرفشه و تا 2 هفتگی میتونید استفاده بکنید. اگه باز تمایل ندارید میتونید 1 روز در میون این کار رو انجام بدید و تا 2 هفتگی دیگه کفایت میکنه و اینکه همین دیگه. و اینکش این بود که برای پرنده هایی که حالا مولد نیستن یا به سن بلوغ نرسیدن و کلا جفت نیستن، اینها رو میتونید ماهی 1-2 بار از این کارا انجام بدید، زرده تخم مرغ در اختیارشون قرار بدید دقیقاً طبق دوز مصرفی که بهتون گفتم. دوستان، این بود از ویدیوی امروزمون. امیدوارم هر جا که هنگ کردیم یا در واقع توپق زدیم به بزرگی خودتون ببخشید. کمی خسته بودم و اینکه حتما باید این ویدیو رو ضبط میکردم که به ادیتش هم برسم. و حتما اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب بکن و زنگوله کنارش هم بزن. اگه سوالی داری حتما کامنت بکن و اینکه لایک یادت نره. و تا ویدیوی بعدی، خدافظ.